کل دنیا و جان برئیس ما نمیدانیم، برای بچرکای ما نمیدانیم. او قایدوخ نبودن حقیقی پرقیقی. بیننده های عزیز سلام، تا اخیر با ما باشین. یک ویدیو جالب است دوستای عزیز. قسمه که شما شنیدین مادر غلام سخی اینجا این چونین میگه، ولی ویدیو های از او با اجمل حقیقی که گفتمش اجمل حقیقی از مادر غلام سخی سو استفاده کرده وایرل شده. او خو نبودن، یک روپه مرا ندادن هیچ کسی. رفت در اون زندانخانه، از زندانخانه رفت اون پاکستان، نی خبر شدارم. من یک ساده و پیاده من چی فهمیدم؟ البته اجمل حقیقی قبلا به مادر غلام سخی گفته که میخوای با او تنها صحبت کنه تلفنی. برادرش را میفرسته و به نحوه صحبت میکنه با مادر غلام سخی. و مادر غلام سخی از این که متاسفانه ساده است و فکر میکنه با بعض صحبت ها شاید اجمل حقیقی نیز برش پول بفرسته، بعض سخنا را میگه و اجمل حقیقی هم تا حد که میتونه از این فرصت استفاده میکنه و او را میگه که من این برنامه را نشر نمیکنم، یا در حقیقتش برش نمیگه که این برنامه است، چون من براتون ثبوت میکنم. اینجا را شما میبینین که قبلا او با یک شیوه دیگه یا یک روز قبل با مادر غلام سخی صحبت کرده، کلاه به سر داره و اینجا. و حالا میبینین که خیلی منظم شده صحبت ها را خودش تنظیم کرده، یک کمره را نصب کرده و بنابرای بر ما و شما نمایان کرده که گویا ما برنامه دارم، در حالی که ای فریب دادن مادر غلام سخی بیچاره بوده است. در حقیقت تیم کابل لورز نیز امروز سر زبان ها است. هرچند مادر غلام سخی یا خود غلام سخی یا فامیلش مراقبت خوب میشه از طرف ای تیم، هرچند مادر غلام سخی و برادرش نیز به می نظر هستند و هر لحظه یادآوری میکنند، اما انسان آری از اشتباه نیست. بعض اوقات اشتباهات سر میزنند، اما انسان هایی که میفهمند که این گونه اشتباهات را مرتکب میشن مثل اجمل حقیقی، این واقعا یک فریبکاری محض است، واقعا مایه تاسف است، خاک بر چشم مردم زدن است. درد بلای خوانزاده نکده همه بیرده اجمل کرده. حالا بعد تو چی گفتنی داری؟ حالا میگم بعد میکنه گو میکنه رد کسو میگه دروغ است. شما کومنت هایی را که در این زیر ویدیو اجمل حقیقی است بخوانید، یکی هم موافقش نیست اما مخالفش هستند. در حقیقت بعض اوقات میگه که غلام سخی را به شهرت رسانده، در حالی که همه میدانند که غلام سخی با یک برنامه همایون افغان به شهرت رسید و بعدا یوتیوبران سراغ او رفتن، حتی سلیم شاهین نیز با او برنامه داشت. پس از این اجمل حقیقی نیز دید که برنامه های مدلنگ او را کسی خوش نداره یا خودش را حتی خوش نداره، کوشش کرد که با دلسوزی و قسمی که در این برنامه ها در این اواخر از او شاهد هستیم، خواست به چشم مردم خاک بزنه و از برکت غلام سخی خودش را به شهرت برسانه و از برکت از او جیبای خودش را پر کنه. اما خودتان ببینید که برادر غلام سخی چی میگه. تا که از مادرم سو استفاده کرده آگاه زده، گفتم که نکنین زندگی یک آدم خراب نکنین که خداوند بالای سر است تا که زندگی خودتان خراب نشه. در حقیقت این شخص نیز میگوید که او بالای غلام سخی حق دارد، اما شاید خنداور باشد که چی حقه. فامیل از خود دارد، مادرش میگه که ما راضی هستیم از این تیم که در واقع در این چند مدت همه شاهد هستند که چقدر به خانوادهش، به خود غلام سخی شب و روز رسیدگی میشه. برادرش راضی هستند و حتی میگن که خانه ما را خراب نکنین، با این کارتان از مادر بیچارهشان استفاده نکنین، ساده است، زیر گپ میآید. ولی باز همین شخص وقتی میبینه با دختر خانمایی که دور و برش میآیند و میرن، با مشکلاتی که آنها هم روبرو هستند، از شخصیت این شخص فکر میکنم خوشحال نیستن به نظر میرسه، دوباره این فکر میکنه که میتونه با غلام سخی آیدش را بیشتر کنه. شما میتونین ویدیو را یک بار دیگر از اجمل حقیقی را نیز نگاه کنین و ببینین که چیگونه او برنامه شهیدت کرده و گپای شاید خوب و بهتره که حتما مادر غلام سخی گفته اونا را هم کت کرده. برحال قضاوت کننده خداوند است و حق اصلی بالای غلام سخی خداوند داره. پس از او تیم کابل لورز و فامیل اونا با هم دیگر خوش و آرام هستن، مردم هم از برنامه هایش خوش هستن و نیاز نیست به کسی دیگر. سپاسگزار هستیم، نظریاتتان را با ما شریک بسازید.